سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. متاسفانه خبر درگذشت آقای آرش میرحمدی لحظاتی پیش منتشر شد. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. یه مدتی شکم درد گرفتم و دل درد و اینها، دکتر رفتم، دکترای مختلف، اندوسکوپی، کولونوسکوپی و خیلی آزمایش‌ها و اینها، تا اینکه رسیدیم به روده عصبی و نمیدونم به سری بیماری دیگه. یه دکتر خوب و امیدوار داشتم، خیلی سخت‌کوش دکتر نراقی، تلاش کرد، شکمم آب آورده بود، تلاش کرد که این ریشه این آب آوردن رو بفهمه و بالاخره ما رو فرستاد بیمارستان شریعتی. مشکلی جواب آزمایششون واقعا درست نبود، جواب غلط داده بودن، باز ناامید نشد، ما رو فرستاد بیمارستان جمع، آزمایش انجام دادیم و بالاخره به این نتیجه رسید دکتر نراقی که من سرطان پانکراس یا سرطان لوزالمعده دارم. بعد منو فرستاد. آقای آرش میرحمدی، بازیگر خوب کشورمون، متاسفانه در اثر بیماری سرطان پانکراس و بعد از دوره کوتاه اما بسیار سخت این بیماری، دار فانی رو وداع گفتن. ایشون که مدت کوتاهی بود که متوجه بیماریشون شده بودن و شیمی درمانی رو شروع کرده بودن، اما به دلیل بیماریشون و مشکلات زیادی که براشون پیش اومده بود، توی این چند وقت چندین بار در بیمارستان‌های مختلف بستری شدن و تحت آزمایش های مختلف قرار گرفتن و حتی مدتی رو در ICU بودن. مرخص شدن اما دوباره بستری شدن. هفته پیش ایشون در بیمارستان فیروزگر بستری شده بودن. بعد از مرخص شدن از بیمارستان فیروزگر، همسرشون با انتشار این پست نوشتن خدا رو شکر آرش از بیمارستان فیروزگر مرخص شد و قرار درمان یک هفته در خانه ادامه بدیم. بعد هم با انتشار پستی خبر از تراشیدن موهای ایشون به دست دختر بزرگشون دادن. همسرشون نوشتن به تاریخ شنبه 25402 این لحظه رو ثبت کردیم که یادمون بمونه. دنیا پر از پستی و بلندیست و همیشه انسان رو به چالش میکشه. ما همیشه در جنگی زیبا و عاشقانه با زندگی هستیم. آرش باید یاد بگیرد که بیماریش رو دوست داشته باشه تا بتونه اون رو شکست بده. علم شاید بتونه تا جایی برای ما تعیین تکلیف کنه، ولی ما در درونمون نیروی ناشناخته داریم به نام امید که هر روز با تکیه بر اون زندگی رو شروع می‌کنیم. بعدش هم همسرشون از انتقال ایشون به بیمارستان بازرگانان خبر دادند و افت گلبول‌های سفید و پلاکت خونش. در پست عاشقانه ای هم همسر ایشون خانم مرجان صفابخش عکسی رو در کنار آقای آرش میرحمدی منتشر کرد و نوشت من کنار تو تماشایی شدم. ما حالمون خوبه، صبوریم، در کنار مشکلات زندگی میکنیم و امیدواریم بتونیم در این زندگی انسان باشیم. ممنون از مهربونیتون و تمام انرژی های زلالتون که به ما میرسه. ما هنوز محتاج انرژی شما هستیم. آقای آرش میرحمدی متولد 4 تیر ماه 1350 در فراشبند استان فارس، بازیگر خوب ایرانی هستند. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانند که علاوه بر بازیگری کار نویسندگی و کارگردانی هم انجام دادن. ایشون خودشون گفتند که هیچ کدوم از اعضای خانواده راضی به کارهای هنری و مخصوصا بازیگر شدن نبودند. تنها مشوقم برای کارهای هنری حسین اسکندری بود تا اینکه سال 68 وارد دانشگاه شدم. ایشون به صورت حرفه‌ای در سال 1369 با نمایش مسیح هرگز نخواهد گریست در تالار تجربه روی صحنه رفت و سال 1370 در نمایش داستان آران حضور داشت. کار تصویری رو از سال 72 وقتی که 22 سالش بود با مجموعه تلویزیونی نوروز 72 به کارگردانی داریوش کاردان در کنار علی عمرانی و مهران مدیری شروع کرد. در سال 76 با مجموعه گل‌های 76 به کارگردانی مسعود آبپرور شناخته شد تا اینکه سال 1390 با مجموعه خنده بازار به کارگردانی شهاب عباسی به اوج شهرت رسید. آرش میرحمدی در اردیبهشت سال 74 با خانم مرجان
شفابخش که طراح صحنه و لباس و همچنین نویسنده هستن ازدواج کرد که در اون زمان ایشون 23 ساله و همسرش 17 ساله بوده. ثمره این زندگی عاشقانه و موفق دو فرزند، یک دختر به نام کارمانیا و یک پسر به نام آرشامه. خانم مرجان صفابخش در مورد آشنایی و ازدواجشون اینطوری گفتن. ایشون گفتن به نوعی میشه گفت من آرش رو پیدا کردم، زمانی که اون روزها برنامه نوروز 72 رو داشت. راستش پدر من ارتشیه و مادر کرمان زندگی میکردیم، یعنی ما اصالتاً هم کرمانی هستیم. یک بار اون جمع نوروز 72 در تالار برای نیروی زمینی 05 کرمان برنامه داشتن و من که آرش رو قبلا در تلویزیون دیده بودم، حس کردم که چقدر در واقعیت خوش‌تیپ‌تره. بعد از پایان برنامه به پشت صحنه رفتم و بهش گفتم که واقعا خوشتیپه. اون هم کلی جا خورد. دفعه دومی که اون رو دیدم، اون به من پیشنهاد ازدواج داد و من هم در جا پذیرفتم. آقای آرش میرحمدی به گفته خودشون بسیار در کارهای خانه همکاری میکردن. ایشون گفتن از ابتدا که بچه ها به دنیا اومدن بیشتر کارهاشون با من بوده، بچه داری میکردم، غذا میپختم و اکثر کارهای خونه با من بوده، چون که یه وقتایی همسرم طولانی مدت سر کاره. خیلی ها هم بهم میگن اصلا بهت نمیاد که بچه داری و کار خونه بکنی و بیشتر چهرت مثل راننده تریلی هاست، اما من اصلا ناراحت نمیشم. آقای آرش میرحمدی در ابتدا به جای هنر به سمت طلبگی و روحانی شدن رفته بوده. ایشون در قسمتی از مصاحبهشون گفتن من از بچگی بسیار خجالتی بودم، یعنی اگر کسی با من حرف میزد در یک گوشه ای از خجالت آب میشدم. به همین علت دوست داشتم که دیده بشم و در جمع باشم. برای همین ناخودآگاه به سمت چنین حرفه‌ای کشش داشتم که منو ببینن، چون سالها به علت خجالتی بودنم اصلا دیده نمیشدم و در هیچ جمعی حضور نداشتم. مدتی به سمت خوشنویسی رفتم و از مدرسه تئاتر رو شروع کردم. حتی بعد از مدرسه در مقطعی به سمت طلبگی رفتم. مقدماتی رو هم گذروندم اما دیگه پیش رو نگرفتم و خوشبختانه راه هم به سمت تئاتر و تلویزیون باز شد. برای این برای دوستات یه دستکون بده، همه نگرانتن، دوستات، فامیلات، یه دستکون بده بدونن که حالت خوبه. تکون نمیدی؟ عزیزم قربونت برم، دستتون درد نکنه، لطف کردی ممنون. آرش جای خوبی نشستی. شلا آرش همین روزا دیگه پلاکت های خونش هم درست میشه، میاد هر میبینی نگرانی چی هم میگن آرش خیلی افسرده است، یا میگن که آرش چرا حرف نمیزنه. من براشون توضیح دادم به خاطر اینکه چشمی درمانی تو گلوش ریخته، دکتر گفته حرف نزن که اذیتت کنه، یه ذره انرژیشو مصرف نمی کنه. اگر حالش بسیار خوبه، هیچ مشکلی از نظر روحیه، چون همیشه تو حرف زدی، به قول آقای کورش مسئولیه همیشه آرش حرف زده، به خاطر همه فیلم بله یه طوریه که حرف زده. نه خیالتون جمع آرش حلالش، هیچ مشکل افسردگی روحی، چون خیلی نگران بودن میتونم موهای فرفری تو کوتاه کردن تو الان غصه میخوری. من توضیح میدم که آقا دوره درمان همینه، دوباره آرش با موهای فرفری میاد. الان اینجا اومده برای ایزوله عزیزم، یه دستم تکون بری که هم مطمئن شه حالت خوبه. برای همسر و فرزندانشون آرزوی صبر و آرامش داریم و امیدواریم که روح این بازیگر خوب و محبوب کشورمون قرین رحمت الهی باشه. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.